سرخط خبرها. متن‌نامه احسان شریعتی فرزند مرحوم دکتر شریعتی خطاب بر رهبر مقاومت ملی احمد مسعود و همچنان زنگ خطر برای کودکان سوی تغذیه در افغانستان نواخته شد. و در ادامه خبر بسیار خوش، 1.2 میلیارد دلار کمک به افغانستان توسط سازمان ملل متحد. سلام به کانال ما، خوش آمدید. کودکان دچار سوی تغذیه در افغانستان نیازمند کمک های فوری هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته است تا برای رسیدگی به کودکان در معرض سوی تغذیه در افغانستان کمک مالی فوری کند. یونیسف امروز گفته است که بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر جدی سوی تغذیه قرار دارند و نیاز است برای رسیدگی به این کودکان کمک های فوری صورت بگیرد. یونیسف افزوده است ما امروز از جامعه بین المللی و سخاوت آنان برای کودکان در افغانستان درخواست کمک میکنیم. این در حالی هست که سازمان ملل متحد دیروز در یک نشست به منظور جمع‌آوری بیش از 600 میلیون دلار کمک بشردوستانه برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان برگزار کرد. مقامات سازمان ملل متحد و گروه‌های امدادی هشدار می‌دهند که این رقم به دلیل خشکسالی و کمبود پول و غذا در حال افزایش است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حدود 606 میلیون دلار مورد نیاز توسط برنامه جهانی غذا مورد استفاده قرار گیرد. سازمان ملل متحد که حتی قبل از تصرف کابل توسط طالبان در ماه گذشته نیمی از جمعیت کشور یعنی 18 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه وابسته بودند. و حالا می‌پردازیم به خبر خوش. گردآوری بیش از 102 میلیارد دلار کمک به افغانستان توسط سازمان ملل متحد. سازمان ملل اعلام کرده است که کشورها و سازمان‌های کمک کننده بیش از 1.2 میلیارد دلار را برای کمک به افغانستان اختصاص دادند. سازمان ملل نشستی را به منظور جمع‌آوری کمک بشردوستانه برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان برگزار کرد. در پایان این نشست، مارتین گریفیس معاون دبیر سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری این سازمان در توییت نوشت که کشورها و سازمان های کمک کننده بیش از 1.2 میلیارد دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. از جمله آمریکا اعلام کرده است که 64 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. آلمان هم گفته است که 100 میلیون یورو را از قبل به کمک هایش برای افغانستان و کشورهای همسایه اضافه کرده است و در نظر دارد که 500 میلیون یوروی دیگر را نیز در نظر بگیرد. ژاپن وعده 200 میلیون دلار کمک ها را برای مردم افغانستان اختصاص می دهد. فرانسه نیز از کمک 100 میلیون دلار یورویش برای افغانستان خبر داد. به ترتیب دنمارک گفته شده است که 38 میلیون دلار دیگر را به کمک هایش برای افغانستان اضافه می کند. نروژ نیز 11.5 میلیون دلار برای امور بشردوستانه در افغانستان در نظر گرفته است. همچنان سازمان ملل متحد کمک 20 میلیون دلاری از بودجه مرکزی رسیدگی و رخدادهای عاجل این نهاد را برای حمایت از کارهای بشردوستانه اعلام کرد. سازمان ملل متحد فراخوان جمع‌آوری 600 میلیون دلار کمک بشردوستانه برای افغانستان را داده بود. و حالا می‌پردازیم به اصل موضوع. متن‌نامه احسان شریعتی فرزند مرحوم دکتر شریعتی خطاب بر رهبر مقاومت ملی احمد مسعود. به نام خداوند، خود آگاهی، آزادی و عدالت. حضرت فرمانده احمد مسعود، رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان. شهادت یار و همراه شما، نویسنده و روزنامه‌نگار آزاده زنده یاد فهیم دشتی را تسلیت می‌گوییم. تصمیم درست و اصولی شما مبنی بر اتخاذ خط مشی مقاومت در راستای مذاکره ملی برای التزام همه جناح‌های درگیر در نزاع درونی افغانستان عزیز و پذیرش قانون اساسی، نظام جمهوری و تشکیل دولت همشمول، همه ملیت‌ها و مذهب‌ها موجی از تحسین و همبستگی را در جهان و در میهن ما برانگیخته است. ملت افغانستان تا کنون بارها نشان داده‌اند که نه در برابر اشغال ابرقدرت‌ها سر تسلیم فرود آورده
و نه در برابر استبداد و ارتجاع سیاسی و دینی داخلی، مداخله فاجعه بار این قدرت ها و متحدان آنها در منطقه و همسایگی افغانستان در کنار فساد و بی‌لیاقتی حکومت های وابسته به آنها نشان داده است که دفاع از استقلال ملی و اصل جمهوری مردم سالار به جای قوم و قبیله و فرقه گرایی قومی و دینی تنها راه بیرون رفت از وضعیت جنگ دائمی داخلی و خارجی است. مقاومت متشکل مدنی و آمادگی دفاع نظامی برای برقراری دولت قانون بنیاد شرط مبنای و لازم تحولات مثبت در آینده و نظارت و فشار منطقه‌ای بر عملکرد گروه‌های درگیر برای بر زمین گذراندن صلاح و پذیرش قانون و نظم دموکراتیک شرط کافی تحقق چنین مسیر صلح و امنیت و توسعه منطقه و اقلیم مشترک ماست. مبارزه فکری با افرادگرایی، کور و بنیادگرایی، قهقرایی و ویژه از طریق پروژه اصلاحگرایی مذهبی و دین پیرایی وظیفه و رسالت همه نیروهای آگاه و روشنگر مسلمان در جهان اسلام است. مبارزه که زمان با سید جمال الدین افغان آغاز شد و علامه اقبال آن را از سر گرفت و معلم شریعتی آن تلاش را در ایران ادامه داد و مبارزان بزرگی همچون پدر شما در این طریقت فکری و خوانش از جهانبینی توحید و مکتب رهایی بخش اسلام گام زدند و امروز ما باید ادامه راه را از سر بگیریم. در این لحظات سرنوشت ساز، پشتیبانی از مقاومت مردم افغانستان با همه تنوع قومی، دینی و جنسیتی آن، با گشایش مرزها بر روی پناهندگان و دفاع حقوقی از قربانیان، اقتدارگرایی و ارتجاع مذهبی وظیفه همه ما در ایران و منطقه و جهان است. ما در کنار شما در راستای تحقق این ارمانها می‌رزمید، خواهیم ماند و همه پیروان مسیر آزادی، عدالت و معنویت در ایران با مبارزه شما همبستگی همه جانبه خود را اعلام می‌کنند.